چون وقت نیست من دیگه مقدمه نگم، فقط بگم آقای مهندس مهدی مالکی نژاد آمدن تا برای ما و شما از روش‌های اعجاب برانگیز در یادگیری و اساساً تحول در یادگیری صحبت کنن. آقا خیلی خوش آمدید مهندس. مزدی آقای. سلام خدمت تمام بیننده‌های خوبتون دارم و برنامه محبوبتون. خدمت عرض بکنم، وقتی فرمودید صحبت تحول میشه، تحول خب یه واژه خیلی سنگینه، یعنی باید یه چیز خیلی مهمی اتفاق بیفته تا تحول اتفاق بیفته، و ما قولی که خب همه دوستان در طی 15 سال دادیم اینه که یادگیریتون متحول میکنیم، یعنی تحول اساسی ایجاد میکنیم در حقیقت با G5. خب خیلی از دوستان الان من مطمئنم که پایگیرنده هستند، آشناهاشون یا خودشون الان از استفاده کننده های G5 هستند، یعنی این تردیدی درش نیست، چون خوشبختانه تنها روش یادگیری شاید بتونیم بگیم هست که با این وسیله شما میتونید کنار تلویزیون بشینی، فیلم ببینی و درس بخونی، یاد بگیری و درست هم یاد بگیری. من اتفاقا حدود هفته پیش مصاحبه‌ای داشتم با یه G5 موفق، خانم افشارپور، ایشون دانشجوی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی هستن، رتبه 18 شدن. ازشون سوال میکردم، میگفتم که خب شما G5 چجوری استفاده کردی که خب به این موفقیت رسیدید و دونستید نفر حالا 18 هم میشه. ایشون میگفت که من خیلی جالبه، من G5 اصلا وقت استراحتم ازش استفاده میکردم، یعنی وقتی که خسته میشدم میگه درس خونم، خب حالا وقت G5 تازه، G5 رو برمی داشتم میرفتم جلو تلویزیون میشستم، حتی بعد مخاطب بودم چیکار میکنه به کنکور نداری مخاطب چه کلمه هایی بود این G5؟ درسته، G5 در حقیقت جعبه یادگیری پنجگانه هست، در حقیقت یک روش علمی یادگیری هست، جیمش جعبه هست، یه یادگیری، پنجم که پنجگانه. بعد نکتهش همینه که این روش بسیار علمی طراحی شده، جوری طراحی شده که شما باعث میشه مطالب وارد حافظه دراز مدت بشه. همونطور که میدونید ما هرچی که یاد میگیریم اول حافظه کوتاه مدتمونه، بعد با تکرار وارد حافظه دراز مدت میشه. خودمونم میدونیم تکرار چیز خوبیه، ولی کی حوصله‌اش میگه تکرار بکنه؟ بله. پس اولین مانع برای یادگیری اینه که شما چیزی که یاد گرفتی باید تکرار کنی، یعنی تکرار خسته کننده است. G5 اولین گامی که برمی‌داره همینه، تکرارهای شما رو به بازی تبدیل میکنه. ما یه مثال خوبی داریم که حالا من تو شبکه‌ها که حالا مصاحبه دارم دوستان استارم حتما، یه مثالی از تخم خوردن. بله، شما تخم خوردن تجربه کردید، یه کاسه تخمه دارید، قرار از جلو چشمتون ورده، میگه من کار دارم مثلا میخوام وقتم تلف نشه، بله، میایید کاسه تخمه رو از جلو چشمتون خارج کنید که مثلا در میگه خب یه دونه بردارم، یه دونه که چیز نیست که، یه دونه رو که برمیدارید تخمه بعدی، تخمه بعدی، نه اصلا شکستیدم تخمه رو، تخمه شکسته یه کار تکراریه. ولی چرا ما دوست داریم تکرارش میکنیم؟ خسته کننده نیست. آفرین. چرا خسته کننده؟ به خاطر مکانیزم مغز ماست. مغز ما پاداش های فوری رو دوست داره، یعنی میگه پاداش نقدی بده، من بعدن حالا درست کنکور قبول میشم، درست مثلا زبان مسلط میشم، درست فلان اتفاق میفته، مهمه من الان چی میخوای به من بدی. مغز ما اینطوری خیلی لذت فوری رو دوست داره. در نتیجه چیه؟ پای تلویزیون میشیم سریال رو میبینیم، چون لذت فوری بهمون میده. حالا خبر خوب اینه میتونیم کنار تلویزیون بشینیم و با جی پنج یادگیریمون رو متحول بکنیم و بره داخل حافظه. دقیقا این جی برگایی که حالا توش مطالب کوچیکی نمیشه داخل جی پنج قرار میشه، من مطمئنم الان جی پنج هایی که جلو تلویزیون هستن حتما اینو تصدیق میکنن به اطرافیان که هستن، این حس بازی رو به افراد منتقل میکنه، این یه تحول عظیم رو ایجاد میکنه. بله، خیلی متشکرم آقای مهندس مهدی مالکی نژاد عزیز که خودتونم جز دارندگان رتبه و عنوان در خلاقیت و جشنواره‌های گوناگون خلاقیت هم هستین. من مطمئنم که در بخش دوم گفتگومون با آقای مهندس مالکی نژاد بیشتر بیننده پای تلویزیون خواهد نشست. شما دوستاتون رو خبر میکنید که بیاین برای حافظه درازمدت روش‌های نوینی قرار از در خونه زندگی گفته بشه. برای یه نفر مثل من که فارغ التحصیل رشته ریاضی فیزیک بوده در دوران دبیرستان خودش و الان اگر در آستانه 40 سالگی ازش سوال بشه که از فنون یا از فرمول ها
یا از انتگرال ها و ماتریکس ها و نمیدونم تمام این ریاضیاتی که در طول دوره ریاضی فیزیک خوندی، سینوس کوسینوس تانژانت کوتانژانت ها، کدوم یکیش الان یادته؟ شاید یک کلمش هم یادم نمونده باشه، یا اگه مونده باشه بخش بسیار کمی. این درمانش و این بیماری از کجا نشأت میگیره آقای؟ دقیقاً این در حقیقت میتونیم بگیم اصلا بیماری نیست، یعنی مشکل نیست. مشکل در حقیقت شما اگر صبح غذا نخوری چی میشه؟ صبحونه نخوری، خب زور حتما خیلی گشنتون میشه. حتی صبحونه هم بخورید باز زور گشنتون میشه. این گشنه شدن یه امر طبیعی هستش. فراموشی هم یه امر طبیعی هست. یعنی اگه ما فکر کنیم فراموشی یه چیز غیر طبیعیه، اولی اشتباه کردیم. فراموشی طبیعی هست، چون ما حافظه‌مون دو قسمتیه، یعنی حافظه کوتاه مدت داریم، حافظه دراز مدت داریم. اونو برای امتحان میخونیم فقط. حافظه دراز مدت، یعنی شما باید از حافظه کوتاه مدت بفرستیش به حافظه دراز مدت اگر میخوای برای همیشه باید بمونه. من دارم با شما صحبت میکنم، دارم زبان فارسی استفاده میکنم. ناخودآگاه حافظه دراز مدت ما فعال نمیشه. چرا میشه مثلا بعد مثل زبان فارسی شما ناخودآگاه وارد حافظه دراز مدت؟ اون بخاطر تکراره، ولی تکرار ناخودآگاه شما. ولی ما درس رو نمیتونیم تکرار ناخودآگاه داشته باشیم. ما وقتی میگیم یه زبان انگلیسی یاد بگیریم، وقتی توی محیط مثلا غیر نیتیو هستیم، غیر طبیعی، مثلا غیر خود همون کشور هستیم، بله، نمیتونیم اونو با تکرارهای ناخودآگاه حفظ بکنیم. حالا باید تکرارها رو سازماندهی بکنیم. اولین نکتهش هم همینه. ما حتی میگم ما بدونیم که تکرار هم خوبه، ما میدونیم، ولی انجامش نمیدیم، چون لذت ازش نمیبریم. با جی پنج مهمترین نکته همینه. ما آقای دکتر سلمانپور داریم، ایشون فوق دکترای برق دارن. بعد من با ایشون صحبت میکردم، مصاحبه میکردم، ایشون میگفت که من یه چیز جالب براتون بگم. وقتی تازه از سر کار اومدم خسته، تو حالا منظرشون کرج بود، مثلا با مترو میمدن، میگفت وقتی داشتم میمدم من زبان اونطوری یاد گرفتم توی مترو با جی بک. میگفت واقعا احساس میکردم که دارم بازی میکنم با خودم. یعنی از این خونه به اون خونه میرفتم، امتیاز میگرفتم، لذت میگرفتم. بس این خونه رو، خسته بودم بودم، بس خونه رو پر کنم و داشتم تکرار انجام میدادم. و این تکرار، حالا حسابش کنید مثلا ما یه کنکوری داشته باشیم، الان خسته میشینه درس میخونه، فراموش میکنه، حالا بشینه با جی پنج کار بکنه، چه اتفاقی میفته؟ مثلا ما یه چیز نزدیک 75,000 تا جی برگ کنکور داریم. یعنی مثلا کسی میخواد بشه تجربه شرکت کنه، بوده 75,000 تا جی برگ داریم برش. این 75,000 جی برگ وقتی داخل جعبه میره 5 بارم تکرار میشه، یه چیز نزدیک 500,000 بار تکرار میشه. و این تکرارهایی که بازی هست، لذت میدن. شما وقتی خسته ای میری تازه سراغش، میگی من برم مثلا بازیمو ادامه بدم، حس خوبی دارم. ما مثلا خانم سنگرجی داشتیم، ایشون نفر اول هنر شدن پارسال. ایشون میگفت که من همه میگفتن تو چی کار میکنی؟ تو مثلا کنکور داری، مثلا چه جوریه؟ چرا همش داری بازی میکنی؟ چرا همش داری تلویزیونی؟ ایشون میگه من هیچ سریال خوبی که دوست داشتم از دست ندادم اینطوری. بله. و این نشون میده که چون در حقیقت ما با یک نکته‌ای که مواجه هستیم اینه که تکرار رو باید لذت بخش بکنیم تا بتونیم ادامه بدیم، تا تقویت اراده داشته باشیم. این 2 دقیقه پایانی رو خواهش میکنم اگه صحبتی دارید با بینندگانمون بفرمایید که ما خدا بسی کنیم. من واقعا خوشحالم که مهمان برنامه شما بودم و واقعا فکر میکنم الان جی پنجی هایی که دارن ما رو میبینن حس بسیار خوبی دارن و اینکه میتونن الان دارن استفاده دوگانه میکنن، یعنی پای تلویزیون نشستن دارن برنامه خوب شما رو میبینن و از اون برم دارن چی میکنن؟ جیبرگاشون رو مرور میکنن، حالا کنکوری هستن، دارن زبان یاد میگیرن. من حتما توصیه میکنم که خدمت دوستان با شماره تلفن‌های ما تماس بگیرن و همکارای ما 48 صفحه در حقیقت کتابچه‌ای رو آماده کردن که مصاحبه با افراد موفق هست در رشته‌های مختلف، از زبان تا بالا کنکور تا ارشد، همه حقوق، همه اینا هست. من توصیه میکنم حتما با این شماره تماس بگیرید و این کتابچه رایگان رو و همراه با یک در حقیقت دوه فشرده سی دی هم هست که اونم مصاحبه افراد موفق هست باشون انجام شده، گوش بدید. مطمئنم براتون الهام بخش خواهد بود و مهمتر از همه حتما به سایت ما برید، چون مطمئنم وقت برنامه کوتاه بوده و مطمئنم با مراجعه به سایت میتونید اطلاعات بسیار خوبی رو داشته باشید. خیلی متشکرم آقای مهندس مالکی نژاد از حضورتون تو برنامه خون زندگی. ممنون، سپاسگزارم. از شما عزیزانی هم که با خون زندگی امروز همراه بودید بی‌نهایت متشکرم و همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خانم زاره در خدمت شماست.